در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از خوشبینی طرفهای برجام به مذاکرات وین، واکنش ایران به گفتگوی تهران و ریاض، واکنش مخالفان سوری به اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 31 فروردین شمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در جهان به ترتیب به 142 میلیون 800 هزار نفر و 3 میلیون 45 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 121 میلیون 300 هزار نفر از کرونا بهبود یافتند. هند برای مهار موج سهمگین کرونا واکسیناسیون تمام افراد بالای 18 سال را از ابتدای ماه آینده میلادی آغاز می‌کند. آمریکا هم واکسیناسیون تمام افراد بزرگسال را آغاز کرده است. با ثبت 341 مرگ ناشی از کرونا در ترکیه، این کشور روز دوشنبه بیشترین میزان فوتی‌های روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. در شیلی هم با وجود واکسیناسیون گسترده، هنوز نشانه‌ای از کاهش قابل توجه مبتلایان و فوتی‌های این کشور مشاهده نشده است. خوشبینی طرفهای برجام به مذاکرات وین. دور تازه گفتگوها در کمیسیون مشترک برجام در حالی در وین آغاز شده که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از شکل گیری یک تفاهم جدید در پایان دور دوم مذاکرات خبر داده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز از ادامه حضور ایران در گفتگوهای غیر مستقیم ابراز خوشنودی کرده است. در ادامه واکنش‌های مثبت طرفهای برجام درباره این مذاکرات، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام خبر داد. سخنگوی دولت آلمان نیز روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین از دیدار و رایزنی دو جانبه هیئت این کشور با هیئت آمریکایی در وین درباره احیای توافق هسته‌ای خبر داد و گفت مذاکرات به مرحله تهیه پیشنویس رسیده است. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای از آغاز مذاکرات با ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در مکان‌های اعلام نشده در ایران خبر داد. واکنش ایران به گفتگوی تهران و ریاض در بغداد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره گفتگو میان ایران و عربستان در بغداد اعلام کرد در این باره نقل قول‌های بعضاً متضادی منتشر شده است. سعید خطیب‌زاده گفته نکته مهم این است که ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه می‌داند. نشریه فاینانشیال تایمز روز یکشنبه در گزارشی مدعی شده بود مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ارشد ایران و عربستان با هدف اصلاح روابط میان دو کشور در بغداد پایتخت عراق آغاز شده است. اعتراض مخالفان سوری به اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. پس از آنکه پارلمان سوریه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 26 ماه می برگزار می شود، گروه‌های مخالف سوری که مورد حمایت عربستان و ترکیه هستند، اعلام زمان انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کردند. مخالفان پارلمان سوریه را برای اعلام زمان برگزاری انتخابات فاقد مشروعیت دانستند و این تصمیم را به منزله ادامه جدایی نظام حاکم از واقعیت مردم سوریه عنوان کرده و آن را یک نمایش جدید و تلاش برای روی کار ماندن حکومت فعلی توصیف کردند. انتقال الکسی ناوالنی به بیمارستان. طبق اعلام مقامات روسیه، الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین که در زندان به سر می‌برد، روز دوشنبه به بیمارستان زندان منتقل شده است. ناوالنی از حدود سه هفته قبل دست به اعتصاب غذا زده بود و پزشکان درباره احتمال مرگ او هشدار داده بودند. در حالی که وضعیت جسمی رهبر اپوزیسیون روسیه رضایت بخش توصیف شده، آمریکا اعلام کرد در صورت درگذشت ناوالنی این اتفاق برای مسکو پیامدهای جدی در بر خواهد داشت. الکسی ناوالنی 17 ژانویه سال جاری میلادی هنگام بازگشت از آلمان به روسیه بازداشت شد. دومین حادثه ریلی مرگبار در مصر طی یک ماه. دومین حادثه ریلی مرگبار مصر طی یک ماه گذشته دست کم 11 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. علت اصلی این حادثه که بعد از ظهر یکشنبه رخ داد هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. در حال حاضر 10 مأمور راه آهن مصر شامل راننده و کمک راننده قطار حادثه دیده تحت بازجویی قرار دارند. سه هفته قبل نیز یک حادثه ریلی دیگر در مصر 18 کشته بر جای گذاشته بود.